بهبهان اعتراض جوانان به استخدام افراد غیربومی. اسدالله عسکرولادی: الان به هیچ عنوان نمیتوان پول از دنیا به ایران انتقال داد. شیرزاد عضو سابق مجلس ارتجاء: ایران به بهای FATF دست از حمایت حزب الله نمیکشد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. جوانان بهبهان روز جمعه برای چندمین بار طی هفته های اخیر در محل نمایش جمعه رژیم در این شهر تجمع کردند و نسبت به بیکاری جوانان و استخدام افراد غیر بومی در پالایشگاه بید بلند خلیج فارس اعتراض کردند. اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، شرایط اقتصادی رژیم را سخت دانست و گفت: الان در شرایط فعلی پول از دنیا نمیشه به ایران انتقال داد. به هیچ عنوانی نمیشه انتقال داد. اگر ما یه پول رو از هر جای دنیا بابت کالای صادراتی بخوایم به ایران بیاریم، اون اوپک لعنتی که مال اون دلقک کاخ سیاست، اون مراقبه تا بفهمه حسابو میبنده، پولو جلوشو میگیره. پولو چیکارش بکنیم؟ الان شرایط نیستش که ما بتونیم پولو بیاریم. از 2000 بانک در سراسر جهان تقریبا 2000 بانک فعال داری، با 1900 تاش پولو به ایران نمیفرستن. خبرگزاری حکومتی ایسنا طی گزارشی اعتراف کرد 5 ماه پس از فیلترینگ پیام رسان تلگرام، همچنان بیش از 47% از پرسش شوندگان میگویند از این شبکه استفاده میکنند. بنا به این گزارش، مقایسه این آمار با نظرسنجی مشابه در خرداد 97 نشان میدهد در حالی که مخاطبان تلگرام و اینستاگرام ثابت بوده اند، در 4 ماه گذشته استقبال از شبکه های داخلی رژیم به شدت کاهش داشته است. یک هموطن کرد که جمعه 20 مهر مورد اصابت گلوله پاسداران جنایت پیشه قرار گرفته بود، روز پنجشنبه 26 مهر پس از یک هفته بستری در بیمارستان جان باخت. وی که علی نصیری نام داشت، جمعه گذشته در جاده بوکان مهاباد در خودروی شخصی خود از ناحیه سر مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت و به شدت مجروح شد و پس از یک هفته در بیمارستان جان باخت. در این جنایت نفر همراه وی به نام مسعود اکبری نیز به شدت مجروح شد که همکنون در بیمارستان بستری است. احمد شیرزاد، عضو سابق مجلس ارتجاء، به یورونیوز گفت: ایران تحت هیچ شرایطی دست از حمایت از حزب الله لبنان بر نخواهد داشت و حمایت از این گروه را بر پیوستن به FATF ارجح می‌داند. وی افزود: تحت فشار به طور قطع ایران قبول نخواهد کرد که دست از حمایت از حزب الله بکشد. العربیه گزارش داد نصر الحریری، رئیس هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه گفت: کمیته قانون اساسی سوریه راه حل اصلی در عملیات سیاسی نیست، بلکه اجرای قطعنامه های شورای امنیت می تواند شروعی برای آن باشد. وی بر اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت برای انتقال قدرت تاکید کرد و افزود: باید با تشکیل کمیته قانون اساسی به میز مذاکره بازگشت و به نقطه اول برگردیم و این نقطه شروع مرحله انتقالی است. انتخابات پارلمانی افغانستان صبح روز شنبه با مراجعه مردم به بیش از 5100 شعبه رأی‌گیری در 32 ولایت از 34 ولایت این کشور آغاز شد. در جریان برگزاری این انتخابات که 2258 نامزد از جمله 415 زن برای به دست آوردن کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند، تا کنون حداقل 3 انفجار در شهر کابل در محل‌های رأی‌گیری گزارش شده است. خبرهای این ساعت در یک نگاه تقدیم حضورتون شد. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.